درود میگم به تو ساناز و درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره رهایی ایران. امیدوارم در هر کجای گیتی که هستید سالم و سربلند باشید. در هفته که گذشت و روز سه‌شنبه 11 آذر، محمد ملکی فعال سیاسی ملی‌گرا، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از فاجعه 57 در تهران درگذشت. وی که انقلاب فرهنگی را کودتای فرهنگی نامیده بود، در اعتراض به این فاجعه فرهنگی و دستاورد سیاه و پلید جمهوری اسلامی از ریاست دانشگاه تهران استعفا کرد و به خاطر نقدها و فعالیت سیاسیش سالهای 60 تا 65 را در زندان گذرانید. او تا پایان عمر دو بار دیگر هم در دهه‌های 70 و 80 زندانی شد و در سالهای آخر عمرش هم ممنوع الخروج و محروم از دیدار فرزندانش بود. وی در سالهای پس از فاجعه 57 در راه اندازی چندین کارزار حقوق بشری مشارکت داشت، از جمله کارزار لگام برای لغو گام به گام اعدام. در سالهای پس از دوم خرداد 76 و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، ملکی بار دیگر فعالیت سیاسی را جدیتر همراه با شورای نیروهای ملی مذهبی آغاز کرد. او در اسفند 79 همراه با شماری از نیروهای ملی مذهبی دستگیر شد و 6 ماه در بازداشتگاه سپاه در اشتاباد زندانی بود. در آستانه انتخابات 88، ملکی در نوشته اعلام کرد به دلیل سوابق کاندیداها و ساختار سیاسی ایران در انتخابات شرکت نخواهد کرد و در مرداد 88 بازداشت گردید. ملکی که منتقد شیوه برگزاری انتخابات در ایران و خواهان برگزاری انتخاباتی با حضور همه گرایش‌های سیاسی بود، پس از ناآرامی‌های سال 88 به خاطر نقش خود در برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 1358 از نسل دوم و سوم انقلاب عذرخواهی کرد. او در بخشی از نامه‌ای که سال گذشته به مناسبت سالروز تأسیس دانشگاه تهران منتشر کرد نوشت: ما خطا کردیم و از همون روزهای آغازین تاوان سختی دادیم برای جبران آن خطا. من در تمامی این 40 سال از مبارزه با استبداد دینی دست بر نداشتم و علارغم کهولت و بیماری تا آخرین نفس در کنار تمامی آزادی خواهان ایستادم. امیدوارم که نسل جدید این بار با چشمانی باز و با دیدن نشانه ها و هشدارها راه درست را انتخاب کند تا یک بار برای همیشه ایران از شر استبداد در هر شکل و شیوهش خلاصی یابد. از جمله آخرین فعالیت‌های سیاسی محمد ملکی، انتشار بیانیه‌ای در سال 1398 همراه با 13 تن دیگر بود که موسوم به بیانیه 14 نفره در ایران شده که در آن خواستار اصلاح قانون اساسی و استعفای خامنه‌ای جنایتکار شد. یاد ایشان را گرامی می‌داریم و امیدوار هستیم که سایر دست‌اندرکاران فاجعه 57 هم مانند ایشان شجاعت اعتراف به اشتباه خود را داشته و به ملت دلیر ایران بپیوندند. اما سان، از همونطور که تو بینندگانمون در جریان هستید، روز آدینه گذشته سردار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، در جریان حمله مسلحانه به خودرویش در آب سرد دماوند کشته شد. در مورد چگونگی این موضوع و حفره‌های باور نکردنی در سازمان‌های اطلاعاتی کشور گفتگوها و گمانه‌زنی‌های بسیاری رخ داده، اما من به شخص معتقدم که نوع و برنامه ریزی این ترور با ترورهای اتمی پیشینی که در ایران رخ داده تفاوت چشمگیری داره و تنها گروه‌های تندروی سپاهی از این ترور و موج افکار عمومی اون سود برده و جنگ قدرت رو میان سازمان‌های اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات بیت رهبری به خوبی آشکار کرده. در کشوری که شهروندانش برای تولید ویدئویی برای آهنگ هپی یا عکس‌های شخصی در اینستاگرام به سرعت دستگیر، زندانی و فیلم اعترافاتشون از 23 پخش میشه، چطور یک چنین عملیاتی در کمتر از 40 کیلومتری تهران رخ میده و هیچ کدوم از سازمان‌های اطلاعاتی متوجه نمیشن؟ البته که اکنون اطلاعات سپاه برای کاستن فشارها مشغول به افسانه سرایی در مورد این ترور هستش، اما شاید باید باور کرد که زمان بهره برداری و استفاده از فخری‌زاده به پایان رسیده بوده و سپاه پاسداران اینگونه آخرین استفاده را از او کرده و او را به زباله‌دان تاریخ سپرده.
شاید همکاران جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه که خود را مجری طرح‌های اجتماعی و سیویلی می‌دانند، باید این هشدار را جدی تلقی کنند و آگاه باشند که دوره خدمتگزاری آنها به سپاه روزی از سوی سپاه اینچنین به پایان می‌رسد. ساناز، روزنامه‌های اروپایی در این مدت تمرکز خود را بر روی ماجرای ترور و بررسی انواع سناریوهای احتمالی این رخداد در ایران و تصویب طرح کاهش تعهدات اتمی جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی گذاشتند. اما اشپیگل در دو مقاله پی در پی به موضوع گروگانگیری دو تابعیتی‌ها و اتباع خارجی توسط جمهوری اسلامی و به ویژه دستگیری جمشید شارمن در دبی و همچنین معاوضه کایلی مور گیلبرت با سه تروریست ایرانی پرداخته و البته اروپاییان را تشویق کرده که به اصول خود در مورد گروگانگیران پایبند باشند، بدین صورت که با آنها گفتگو کنند اما معامله نکنند. همچنین روزنامه‌های گاردین و نیچر به خطر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی شهروند سوئدی ایرانی پرداختند. همونطور که در خبرها شنیدید، آقای جلالی که بارها بر بیگناهی خود تاکید داشته و اظهار داشته که اعترافات علیه خود را زیر فشار شکنجه انجام داده و تاکنون وکیل معتمد وی به پرونده‌اش دسترسی نداشته، برای اجرای قریب الوقوع حکم اعدام به زندان رجای شهر منتقل شده و اجرای این حکم قطعا برای کشورهای اروپایی که داعیه دموکراسی و حقوق بشر را دارند گران تمام خواهد شد. گمانه‌زنی ها حاکی بر آن است که هم از سوی سفیر و هم از سوی مالکش اعظم نظام محمد جواد ظریف درخواست معاوضه جلالی با حمید موسوی عضو هیئت مرگ جنایات 67 که در سوئد به جرم جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و مشارکت در امر جرم مستمر بازداشت هستش و همچنین معاوضه 4 شهروند آلمانی با اسدالله اسدی که در بلژیک بازداشت هستش ارائه شده و خواستار به انجام این معاوضات شدند. به این ترتیب به پایان برنامه پژواک میرسم و برای تو ساناز و برای همه هم‌میهنانم آزادی، سلامتی، رفاه و شادی آرزو میکنم. پاینده ایران، بدرود.